بسم الله الرحمن الرحیم، خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگر سیسکینی 2301 به ادامه دروس در مورد آی پی آدرس. در جلسه ما شما را می‌خوانیم که چطور ما یک نتورک را با استفاده از آی پی آدرس آدرس دهی بکنیم، یا آی پی ورژن 4 نتورک آی دی، هاست آی دی و برادکاست آی دی چی هست. خب شما بیاین دیجا دو بلاک را ما شما در نظر میگیریم، یا دو اپارتمان را در نظر میگیریم که در داخل از او بلاک های جداگانه را ما شما می داشته باشیم. اناله اگر یک شهرک را مثلا ما شما در نظر بگیریم، در این شهرک ما شما دو اپارتمان داشته باشیم، مثلا یک اپارتمان هست و یک اپارتمان دیگه هست. اناله از بلاک های جداگانه ساخته شده یا از بخش های جداگانه ساخته شده. ما ضرورت داریم یک آدرس داشته باشیم که تمام اپارتمان را مشخص بسازد. مثلا این اپارتمان را ما 1-0 نامش ماندیم، این را 2-0، پس این آدرس تمام اپارتمان هست. اناله هر بلاک یا هر بخشش هم باید از خود آدرس داشته باشه. مثلا اگر هر منزلی از این از دو بلاک ساخته شده باشه، میگیم بلاک 1-1، بلاک 1-2، 1-3. 1 به این معنی که این در اپارتمان اول قرار داره، و اگر میگیم 1-1 به این معنی که در اپارتمان 1 بلاک 1، 1-2 در اپارتمان 1 بلاک 2 هست. با این ترتیب ما شما اگر بگیم 2-7، مثلا میگیم در اپارتمان 2 بلاک شماره 7 هست. پس در یک نتورک هم ما شما همین قسم ضرورت داریم. مشخص باید بسازیم که یک وسیله در کدام نتورک هست و آدرس خود از او چی هست. به این خاطر ما شما میتونیم که از آی پی آدرس گفتیم کار بگیریم. پس اینال اگر ما بخوایم یک نتورک را از نتورک دیگه جداگانه آدرس بدیم، در آی پی آدرس ما مثلا دیگه انتخاب میکنیم، میگه این نتورک ما شما باشه 192.168.1.0. اگر دقت بکنین ما دو نتورک داریم. گفته بودیم در درس‌های قبلی که هر انترفیس راوتر یک نتورک جداگانه هست. پس اینجا یک نتورک ما شما می داشته باشیم، این دیگر نتورک هست. اینال این نتورک ما شما باید از خود آدرس داشته باشه و این نتورک هم باید از خود آدرس داشته باشه. پس آدرس این نتورک از 192.168.1.0، مثلا آدرس از این نتورک را ما شما می مانیم 192.168.2.0. دی مثال اگر شما خوب دقت بکنین، ما گفته بودیم هر آی پی آدرس ما یک سبنت ماسک داره. مثلا ما شما با یک سبنت ماسک انتخاب میکنیم، میگیم سبنت ماسک ازی هست 255.255.255.0. با این معنی که 3 تا از این مربوط نتورک میشه یکیش هاست. پس 3 قسمت نتورک ازی هست 192.168.1.0. ما اگر در اینجا مثلا با این سبنت ماسک 255.255.255.0 را انتخاب بکنیم، پس سه تا ازی قسمت نتورک ازی از قسمت نتورک ازی متفاوت هست. پس اینا یک نتورک میشه و این دیگر نتورک میشه. ما در یک نتورک آیدی می داشته باشیم و دیگر هاست آیدی هست. در نتورک آیدی شما خوب دقت کنید، در این قسمت در نتورک آیدی قسمت هاست باید تمامش صفر باشد. این نکته ای که براتون میگم باز تکرار میکنم، در نتورک آیدی قسمت هاست باید صفر باشد. خود نتورک ما شما هم یک آیدی ضرورت دارد تا از نتورک دیگه فرق داشته باشد. پس در ما شما میگیم که در نتورک آیدی قسمت هاست باید صفر باشد. ببینید ما یک اوکتیت ما در این مثال مربوط هاست میشه. اگر تمامش صفر ست کردیم این میشه نتورک آیدی. باز در او صورت ما این آیدی را به کامپیوترها استفاده کرده نمیتونیم. ما نمیتونیم آدرس یک کامپیوتر را به این شکل بانیم 192.168.1.0. این صفر را ما شما به کامپیوترها اساین کرده نمیتونیم، به خاطر از اینکه این مو آیدی است که تمام نتورک را مشخص میسازد. مثل یک صفر را ما به یک بلاک مثلا داده نمیتونیم. در این مثال که ما شما در اینجا مثال قیاسی بود، یک صفر نمایندگی از تمام اپارتمان میکنه. دیجا اون قسمت 192.168.1.0 را ما به هیچ وسیله ای را اساین کرده نمیتونیم، وضع کرده نمیتونیم، به خاطر از اینکه ای امو آدرسی است که نتورک آیدی را مشخص میسازه. پس ما شما میگیم که در نتورک آیدی امو آیدی است که تمام شبکه را مشخص میسازه، و در نتورک آیدی بیت های مربوط به هاست تمامش صفر مانده میشه. پس یک نتورک آیدی شد. ما شما میگیم نتورک آیدی ما هست 192.168.1.0. بر علاوه نتورک آیدی ما در یک نتورک هاست ها را هم می داشته باشیم. هدف از هاست اونم هر وسیله هست که به نتورک وصل میشه و یک آی پی آدرس به خود میگیره. پس در این قسمت ما شما پی سی 1، پی سی 2، پی سی 3 و پی سی 4 یک هاست است. اینا وسایل هستن که در نتورک وصل میشه و آی پی آدرس ضرورت می داشته باشه. پس ما شما میگیم هاست آیدیز. چون هاست یکی نمی باشه، در نتورک ما شما چندین هاست می داشته باشیم، به خاطر اینو میگیم هاست آیدیز.
در هاست آیدی ما شما چی کرده میتونیم؟ ما نتورک آیدی را گفتیم استفاده کرده نمیتونیم، پس ما شروع میکنیم از اولین آی پی آدرسی که استفاده کرده میتونیم، 192.168.1 مثلا از صفر بالاتر یک یک میشه، پس ما شما میگیم 192.168.1.1 آدرسی است که ما استفاده کرده میتونیم. تا کجا استفاده کرده میتونیم؟ ما میگیم که اینی اولین آی پی آدرسی است که استفاده کردیم، تا این رنج استفاده کرده میتونیم، 192.168.1. یک قسمت نتورک است. در یک نتورک قسمت نتورک تمام وسایل یکسان هست، ما نمیتونیم بگیم این وسیله قسمت نتورکش 192.168.1 و از 192.168.2، بلکه تمام وسایلی که در این نتورک هست قسمت نتورکشان تغییر نمیخوره، ولی قسمت هاست تغییر میخوره. خو از یک شروع، ما شما گفته بودیم که یک اوکتیت از صفر الا 255 قیمت گرفته میتونه، پس ما صفر را استفاده کرده نمیتونیم که مربوط نتورک میشه، یک استفاده کرده میتونیم، تا به ما نمیگیم 255، میگیم تا به 254 استفاده کرده میتونیم. خو یک کس سوال میکنه میگه چرا ما نمیتونیم 192.168.1.255 استفاده بکنیم؟ پس ما شما برای چه تو دلیل میگیم که ما 192.168.255 به منظور برادکست آیدی استفاده میکنیم. برادکست آیدی، خب برادکست آیدی چی هست؟ ما میگیم برادکست آیدی اونمو آدرسی هست که به اساس امو آدرس ما میتونیم یک دیتا را به کل نتورک خود روان بکنیم. شما اگر ببینید 192.168.1.255 در این عدد 255 تمام بیت های مربوط به هاست یک هست، پس وقتی تمام بیت های مربوط به هاست یک شد، او آیدی عبارت از برادکست آیدی هست. ما در یک آیدی نتورک آیدی را هم استفاده کرده نمیتونیم، برادکست آیدی را هم استفاده کرده نمیتونیم. نتورک آیدی آدرسی هست که نتورک را مشخص میسازد، برادکست آیدی آدرسی هست که توسط از او یک دیتا را ما شما میتونیم به تمام وسایل به مو آدرس روان بکنیم. مثلا اگر پی سی یک میخواید این دیتا را به پی سی دو، پی سی سه، پی سی چار و دیفالت گیتوی روان بکنه، در اون صورت ضرورت داره که از برادکست آیدی استفاده کنه، بجای از اینکه به هر کدام جداگانه و دیتا را ما شما روان بکنیم. پس یک آی پی آدرس در اون نتورک آیدی مشخص موجود می باشه، برادکست آیدی هم هست و در اوجه ما شما هاست آیدی می داشته باشیم. هدف از نتورک آیدی گفتیم امو آیدی هست که نتورک را مشخص می سازه، هدف از برادکست آیدی امو آیدی هست که به اساس از ما می تونیم یک دیتا را به تمام وسایل در نتورک خود روان بکنیم، و هاست آیدی امو آدرس ها یا امو آی پی آدرس های هستن که ما را می تونیم در وسایل اساین بکنیم، در وسایل خود را ما شما وضع بکنیم. پس در این قسمت ما شما گفتیم مثال ما 192.168.1.0 هست، اگر این سب نت ماسکش باشه نتورک آیدیش میشه 192.168.1.0، هاست آیدی از یک شروع میشه تا به 254 و برادکست آیدیش هم 192.168.1.255 میشه. خب بیاین یک مثال دیگه را هم ما شما در این قسمت کار بکنیم تا بر ما شما خوبتر مفهوم بده، این درس را ما شما خوبتر جذب کرده بتانیم. مثلا فرض بکنین ما شما به این نتورک خود، به این نتورکی که هست، این آدرس را اساین بکنیم. بگیم آدرس از این باشه 10.0.0.0 و سبنت ماسک از این به این شکل باشه 255.0.0.0. شما میفهمید سبنت ماسکی که 255.0.0.0 هست، در درس قبلی گفتیم که یک قسمت از این مربوط نتورک میشه متوقی تماما مربوط به هاست میشه. پس بیاین ما شما اول در اینجا نتورک آیدی را پیدا کنیم، آیدی که نتورک ما شما را نشان میده. میگم ان آیدی یا نتورک آیدی از این مساوی میشه. ما گفتیم که در نتورک آیدی تمام بیت های هاست باید صفر باشه، پس ما شما میگیم 10.0.0.0 هست. چرا؟ به خاطر از اینکه سه اوکتیتی که مربوط هاست است کلش صفر ماندیم. پس ما شما میگیم که هاست آیدی ما شما، هاست آیدی ما شما از فرست یوزیبل آی پی آدرس شروع میشه تا به لاست یوزیبل آی پی آدرس، یعنی اولین آی پی آدرسی که ما شما استفاده کرده میتونیم و آخرین آی پی آدرسی که ما شما استفاده کرده میتونیم. اولین آی پی آدرس ما شما به اندازه یک بزرگتر از نتورک آیدی هست، پس ما شما میگیم 10.0.0.1، یعنی این زمین ما شما استفاده کرده میتونیم تا به آخرین آی پی آدرس. آخرین آی پی آدرس ما شما میشه 10.255.255 و 254.
چرا آخرین آی پی آدرس ما شما به اندازه یک کمتر از آخرین آی پی آدرس یا برادکاست آی دی هست؟ بیاین ما شما اول برادکاست آی دی را پیدا بکنیم. در قسمت میگم برادکاست آی دی ما شما میشه 10. شرط برادکاست آی دی چی بود؟ که در برادکاست آی دی تمام بیت های مربوط به هاست یک باشه. پس از کل زیر ما شما یک بانیم میشه 255 255 255. اینی برادکاست آی دی هست. از این هم ما شما استفاده کرده میتونیم از نتورک آیدی هم، ولی رنج آی پی آدرس هایی که بین نتورک آیدی و برادکاست آیدی قرار داره رو استفاده کرده میتونیم. چهار نکته را براتون تکرار میکنم. در نتورک آیدی تمام بیت های مربوط به هاست صفر، در برادکاست آیدی تمام بیت های مربوط به هاست یک. اولین آی پی آدرس یا فرست ویزیبل آی پی آدرس ما شما به اندازه یک بیت بزرگتر از نتورک آیدی، و آخرین آی پی آدرس را که ما شما استفاده کرده میتونیم به اندازه یک کوچکتر از برادکاست آیدی هست. پس ما شما در یک نتورک میتونیم نتورک آیدی داشته باشیم، برادکاست آیدی و رنج از آی پی آدرس هایی که استفاده میکنیم. چهار نکته رو دوباره براتون تکرار میکنم. در نتورک آیدی بیت های مربوط به هاست تمامش صفر میشه، در برادکاست آیدی بیت های مربوط به هاست تمامش یک، اولین آی پی آدرس به اندازه یک بیت بزرگتر از نتورک آیدی هست، و آخرین آی پی آدرس که ما شما استفاده کردیم میتونیم به اندازه یک بیت کوچکتر از برادکاست آیدی هست. دو مثالی که براتون کار کردم، یک 192.168.1.1 بود با سبنت ماسک که 255.255.255.0، و مثال دومی رو کار کردم 10.0.0.0 بود با سبنت ماسک که 255.255.0.0 بود. هر سبنت ماسک را که با شما مشخص کرد، به مو اساس ما شما میتونیم که اولین آی پی آدرس، آخرین آی پی آدرس، نتورک آی دی و برادکاست آی دی را ما شما مشخص بسازیم. امید است ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. تا ویدیوی بعد، الله حافظ.